در شفت میدان آثارخانه تاریخی هولبوک این گلها که هزار ساله باز اینجا خودروی میرویدند از تخم آنها است. صحنه میدان آثارخانه و قلعه را با طراوت زیبایش سبز و خورم گردانیده دقت مهمانان را جلب مینماید. آثارخانه تاریخی هولبوک نگارههایی که از قلعه هولبوک باستانشناسان پیدا نمودند همینجا گرد آورده شده و مرز تماشا گذاشته شدند. در برابر آنکه همروزه دهها سیاحان و مهمانان از آثارخانه دیدن مینمایند، مثل این آدمان ساکنان محلی هم تیز تیز به اینجا میآیند. از صحیفههای تاریخ پرغنوات خلق تاجیک بهرهور گردیده با گذشتگان خود افتخار میکنند. ما امروز مهمانو که در خانه بودن از شهر باختر حرکت کردن که ما را بعد همه آثارخانه همه هولبوک را نشان میده. خیلی امروز اومده این خطی همراه جوان ها با همه چیوی گذشته شناس کردیم و این برادر با خطی شناس مان کردن، از گذشته ها با خبر شدن جوان ها. سو ما فخر میکنیم که در همه دیهای هولبوک تولد شدیم و هر دفعه اومده یاد میکنیم همیشه. روبروی آثارخانه هولبوک در شفت این قطعه شهرهای دوشنبه کلوب در دهه مهرآباد ناحیه واسع این قلعه قصر شاهان هولبوک مرکز ماموری قتلان دوره عصر میانگی است. در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان با ترمیم و برقرارسازی ویرانه‌های آن قلعه سیمای تاریخیش را گرفته مکان سیر و سیاحت سیاحان و مهمانان داخلی و خارجی گشته است. در دایره کارهای آبادانی بخشیده به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی امسال کارهای ساختمانی در این انشاءات ادامه یافته، اطراف قلعه دیوار گرفته شده، صحنه حولی آن با شنویدن گل و گلبوته‌ها و فواره‌ها گلگشت گشته است. چون این منظره‌های دقت جلب کننده به حسن و شهامت قلعه هولبوک زیبایی تازه بخشیده است. عبدالله خوجایی باستانشناس دیرکتری ممنوعی تاریخی هولبوک برفت کارهای ساختمانی نظارت میبرد. در صحنه حولی آن این انشاءاتهای خرد مغازههای ارمغانی هستند. بعد مورد استفاده قرار گرفتن این دکانها سیاحان و مهمانان از همینجا برای خاطره ارمغانهای ملی را که آنها مسئول محنت دستی هنرمندان خلق تاجیک هستند دسترس کرده میتوانند. در نقشه گرفته شده است که با همه آن هنرمندانی که در تمام تاجیکستان زندگی فعالیت میکنند، از وادی حصار، از بدخشان، از سوخت، اون هنرمندان که با استحصال مصالح ملی امروز سمت فعالیت دارند، احیای هنرهای مردمی، با اونها علاقه ما در تماسیم، شرطنامه داریم و در اساس همین شرطنامه طرفین در این دکان ها اون مسئله که این هنرمندان در تمام قیاس ولایت قتلان، وادی حصار، سوخت و بدخشان با اینجا دسترس می شود. در برابر کارهای ساختمانی تعمیر و ترمیم قلعه اینجا کاویش های باستانشناسان ادامه دارند. این حجره هایی که به نزدیکی یافت شده کشاده شدند یکی از درآمدگاه ها به قلعه به نزدیکی کشاده شده تدقیق آن ادامه دارند. قصر شاهان هولبوک مساحت 4 هکتار و 3 ساتخ را در بر گرفته. در دیگر قسمت های آن کارهای ساختمانی تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ادامه می یابند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.